شما شنونده که دروس شاگرد سازی در رادیو جهانی پارس هستید. خوشحال می شویم در طول پخش این برنامه با ما همراه باشید. برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. به کمک این مجموعه آموزشی یاد خواهید گرفت که شاگرد عیسی مسیح شوید. یک معلم از کتاب مقدس تعلیم خواهد داد که شاگرد عیسی مسیح دعا می کند. در حالی که به این برنامه گوش می کنید، در دفترچه یادداشت خود یادداشت بردارید یا آن را ضبط کنید. عیسی می گوید بخواهید تا به شما داده شود. پولس می گوید پیوسته دعا کنید و یعقوب میگوید دعای صادقانه مرد درستکار قدرت و تأثیر شگفت انگیز دارد. کتاب مقدس درباره دعا تعالیم بسیاری دارد. نخستین مجموعه چهار تعلیم درباره تعالیم در عیسی در مورد دعا می باشد. عناوین این دروس عبارتند از دعای خداوند در دو بخش و سایر تعالیم عیسی در مورد دعا در دو بخش عنوان درس امروز این است درس هایی که یک شاگرد از دعاهای عیسی می آموزد قسمت اول ما آنچرا که عیسی مسیح در مورد دعا درس داد و به طور نمونه عمل کرد بررسی خواهیم کرد سای مسیح مسیح موعود جهان است وقتی او بالاخره در بین قوم اسرائیل ظهور کرد یهودیان یک روش سنتی برای دعا بنیان نهاده بودند همچنین معبدی در اورشلیم قرار داشت که مهمترین مکان دعا محسوب میشد مخصوصا معلمین شریعت و فریسیان دوست داشتند تا در ملع عام دعا کنند تا همه بدانند آنها روزه میگیرند و بدین ترتیب دینداری آنها را تحسین کنند. تعالیم عیسی در مورد دعا بسیار با این سنت ها متفاوت بود. امروز ما در میابیم که آنچه عیسی درباره دعا تعلیم داد بسیار متفاوت از سنت های انسانی درباره دعا است. نکته اول دعا در روح عیسی مسیح به ما تعلیم داد که ما در روح دعا کنیم. بیایید یوحنا فصل چهار آیه 19 الا 24 را بخوانیم. زن که مات و مبهوت مانده بود گفت آقا آیا شما پیامبرید؟ و بلافاصله موضوع گفتگو را عوض کرد و گفت چرا شما یهودیان انقدر اصرار دارید که فقط اورشلیم را محل پرستش خدا بدانید در صورتی که ما سامری ها مثل اجدادمان این کوه را محل عبادت می‌دانیم عیسی جواب داد ای زن حرفم را باور کن زمانی می رسد که برای پرستش پدر نه به این کوه رو خواهیم آورد و نه به اورشلیم شما سامری ها درباره کسی که می چیزی نمیدانید. اما ما یهودی ها او را می شناسیم زیرا نجات به وسیله یهود به این دنیا می رسد اما زمانی می آید در واقع همین الان است که پرستندگان واقعی پدر را به روح راستی پرستش خواهند کرد. پدر طالب چنین پرستندگانی است. زیرا خدا روح است و هر که بخواهد او را بپرستد باید او را به روح و راستی بپرستد. مثل سامریان بسیاری از مردم مذهبی چیزی را که نمیشناسند پرستش کرده و به نزد او دعا می این امکان وجود دارد که فقط مشکل ظاهری و مذهبی پرستش را داشته مثل یک معبد، کلیسا یا مسجد یا در یک محل خلوت که در آن با حالت آرام و ساکت می توان بر زمین سجده زد، سرود خواند یا دعا کرد و با این وجود به هیچ وجه جز به قوم نجات یافته خدا نبود. این امکان دارد که بعضی اصول پرستش مثل فروتنی و تواضع تسلیم خود و ستایش را رایت کرد و با این وجود خدا را به شکلی درست پرستش نکرد ممکن است کسی بخواهد واقعا خدا را پرستش کند و با این وجود خدا را به شکلی صحیح پرستش نکند هیچکس نمیتواند خدا را به درستی پرستش کند اگر نداند او چگونه خدایی است شخصی که خدای زنده را نمیشناسد یعنی خدایی که خودش را در کتاب مقدس آشکار کرده نمیتواند به شکلی قابل قبول از نظر خدا به نزد او دعا کند. بنابراین خدا موضوع پرستش و دعا را خارج از سنت و کنترل ما و تحت کنترل روح القدس قرار می دهد. زیرا خدا روح است و هر که بخواهد او را بپرستد باید او را به روح و راستی بپرستد. این غیر ممکن است که خدا را به درستی پرستش کرد مگر اینکه روح القدس در قلب و زندگی شما حضور داشته باشد. عیسی میگوید پس تعجب نکن که گفتم باید تولد تازه پیدا کنی شما باید از روح القدس دوباره متولد شوید به وسیله کار روح القدس در قلب های ما و ایمان به ایسای مسیح ما می توانیم رابطه شخصی با خدای زنده داشته باشیم تنها در این صورت است که می توانیم حقیقتا و به شکلی که مورد پسند خدا است نزد او دعا کنیم و او را بپرسیم. نکته دو دعا در راستی عیسی مسیح به ما یاد داد که ما باید در راستی دعا کنیم. اول حقیقت را می توان در کتاب مقدس یافت نه در فلسفه یا مذهب. بسیاری از فلسفه ها یا مذهب در جهان حقیقت را تغییر داده است. آنها خدا را کوچک، محدود و تغییر دادند به طوری که او دیگر خدای کتاب مقدس نیست. این فلسفه ها و مذاهب به خدای اعتقاد دارند که می توان در مورد آن بحث و تبادل نظر کرد یا از طرف دیگر آنها خدا را به شکلی بسیار رفی درآورند که هیچ کس نمی تواند با او رابطه شخصی داشته باشد اما بدون داشتن مکاشفه ای از خدا نمی توان او را شناخت اگر خدا خود را بر ما آشکار نکند ما نمیتوانیم حقایق مربوط به خدا را بدانیم در واقع با قوت خود نمیتوانیم هیچ چیزی در مورد خدا بدانیم عیسی میگوید راه منم راستی منم زندگی منم هیچ کس نمیتواند به خدا برسد مگر به وسیله من کتاب مقدس میگوید که خدا امکان شناخت شخصیت پرجلال خود را در شخص عیسی مسیح به ما می دهد هر آنچه در خدای نادیدنی است در مسیح قابل دیدن هم وجود دارد خدا شناخت خود را در عیسی مسیح به ما میبخشد بنابراین وقتی که ما به نزد خداوند عیسی مسیح دعا کنیم خدای پدر را خشنود میسازیم خدایی که خود را در کتاب مقدس آشکار کرد خدای کوچک شده فلسفه یا تغییر کرده مذاهب جهان نیست کتاب مقدس درباره اینکه خدا کیست و میخواهد قومش چگونه باشند و چه کار کنند حقیقت را آشکار می کند. حقیقت درباره خدا این است که خدا متعال است. این بدین معناست که خدا را نمی توان به وسیله ابزار انسانی مثل علم یا فلسفه درک کرده و دقیقا به خاطر اینکه خدا متعال است ما او را پرستش می کنیم. به علاوه این در مورد خدا حقیقت دارد که خدا آتشی فروبرنده است و افتادن به دستهای خدای زنده چیزی هولناک است و دقیقا چون خدا خدای قدوسی است ما او را با زندگی مقدس خود پرستش می کنیم و چون خدا مهیب و پرقدرت است ما او را با ترس همراه با احترام پرستش می کنیم چون خدا متعال و مهیب است ما قلب خود را باز کرده از او می خواهیم تا بر درک ما درخشان شود ما از خدا می خواهیم تا ذهنهای ما را باز کند به طوری که ما بتوانیم آنچه را که او درباره خودش آشکار کرده درک کنیم. حقیقت درباره خدا این است که خدا در عین حال هم مقدس و هم پر از محبت است. اگر خدا مقدس نبود، نمی توانست عادل و منصف باشد. و اگر خدا عادل نبود، او نمی توانست خدا باشد، بلکه یک موجود شریر بود. اما خدا مقدس و عادل است. او باید گناه را مجازات کند و اگر خدا محبت نبود، هیچ کس نمیخواست او خدایش باشد. اگر خدا محبت نبود، هیچ کس نجات پیدا نمی کرد. اما چون خدا محبت است، گناهکاران را نجات می دهد. خدایی که کتاب مقدس آشکار می کند، در عین حال مقدس، عادل و محبت است. وقتی ما می دانیم خدا کیست، و میخواهد ما چه کار کنیم می توانیم به شکل صحیح هم به نزد خدا دعا کنیم. دوم، راستی در کتاب مقدس یافت می شود، نه در سنت های مذهبی. در متا فصل 15 آیه هفت الا نو، ایسا به فریسیان می گوید ای ریاکاران، اشعیای نبی خوب در حق شما پیشگویی کرد که این مردم با زبان خود به من احترام می گذارند اما دلشان از من دور است. عبادت آنها باطل است زیرا رسوم بشری را به جای احکام الهی به مردم تعلیم می دهند. ایسا تعلیم می دهد، امکان دارد تا ما به عبس نزد او دعا کنیم. معلمین یهودی بعد از تعبید می تا خدا را با تمام وجود خدمت کنند. اما اشتیاق آنها از کتاب مقدس فراتر رفت و صدها قانون و مقررات وضع کردند که بعد از مدتی تبدیل به سنت گردید. معلمین شریعت در کنیسه ها به بچه ها صدها و هزاران از این قانون ها و مقررات را یاد میدادند تا آنها را حفظ کنند. این قوانین چون شریعت لازم الاجرا بود. برای مثال اگر شما یک غیر یهودی یا جسمی متعلق به او را لمس می کردید ناپاک می شدید. و نمی توانستید در معبد دعا کنید. حفظ زواهر شریعت بسیار مهمتر از دعای حقیقی و صداقت قلبی گردید. برای مثال، یهودیان روزی سه بار دعا می کردن و همیشه رو به اورشلیم دعا می کردن. به همین جهت عیسی فریسیان را متهم می کرد سنت های خود را مهمتر از کتاب مقدس ساخته اید. ایسا به ما هشدار می دهد که اگر ما سنت هایی که با تعلیم کتاب مقدس مغایره است را حفظ کنیم دعای ما عبس خواهد بود. عیسی به ما تعلیم می دهد تا در راستی که در کتاب مقدس آشکار شده دعا کنیم. نکته 3. دعا در خلوت عیسی مسیح به ما تعلیم داد که ما باید در خلوت دعا کنیم. اول، مسیحیان باید کجا دعا کنند؟ در زمان عهد عتیق، محلی که برای دعا مقرر شده بود معبد بود در اشعیا فصل 56 آیه 7 نوشته شده خانه من خانه عبادت همه قوم ها نامیده خواهد شد این ثابت می کند که حتی در عهد عتیق خدا میخواست مردم از همه قوم ها خدای کتاب مقدس را بشناسند و او را پرستش کنند در متا فصل 21 آیه دوازده الا ما میخوانیم که چگونه عیسی وارد محوته معبد شد و تمام مردمی که در حال خرید و فروش بودن را از آنجا بیرون کرد و او یهودیان را به خاطر اینکه محل دعا را تبدیل به محلی برای امور تجاری و سیاسی و به عبارت دیگر پاتوق دزدان کرده بود توبیخ کرد بعد از مرگ و قیام عیسی معبد معنی خود را از دست داد و دعای در روح و راستی جانشین دعای در معابد یا ساختمانهای دیگر شد. در اعمال فصل 17 آیه 24 می خانیم او همان کسی است که این دنیا و هر چرا که در آن هست آفریده است چون او خود صاحب آسمان و زمین است. در این بودخانه ها که به دست انسان ساخته شده اند ساکن نمی شود. مکانی که ما در آن دعا می کنیم دیگر مهم نیست. آنچه مهم است کسی است که ما به نزدش دعا می کنیم و اینکه چگونه دعا می کنیم. دعا باید فقط خطاب به پدر باشد. ما باید بر طبق راستی کتاب مقدس و تحت کنترل روح القدس دعا کنیم. انگیزه و حالت دعا بسیار مهم است ولی محل دعا مهم نیست در عهد جدید و انجیل متا فصل 6 آیه 5 الی 6 عیسی تعلیم می‌دهد هرگاه دعا می‌کنیم مانند ریاکاران نباشیم که دوست دارند در عبادتگاه ها در گوشه و کنار خیابان ها نماز بخوانند تا توجه مردم را به خود جلب کنند و خود را مؤمن نشان دهند مطمئن باش عجی را که باید از خدا بگیرند همانجا از مردم گرفتن. اما تو هرگاه دعا می کنی در تنهایی و در خلوت دل پدر آسمانی را عبادت نما و او که کارهای نهان تو را می به تو پاداش خواهد داد. کتاب مقدس دعای دست جمعی یا دعای دست جمعی در یک محل به خصوص را محکوم نمی کند بلکه آنچه عیسی در متا فصل شش محکوم می کند این است که دعای خود را به نمایش بگذارید. در نقا فصل 18 یک فریسی به طوری که همه او را ببینند در مقابل معبد ایستاد و شروع به دعا کردن به نزد خدا کرد. ریاکاران دیگر تصمیم گرفتند تا در گوشه ای از یک خیابان شلوغ بیستند و برای اینکه بیشتر دعای خود را به نمایش بگذارند دعای خود را طولانی تر کردند. عیسی کسانی را که انگیزهشان از دعا دیده شدن و تحسین شدن به وسیله دیگران است محکوم می کند. او هشدار می دهد که چنین ریاکاری هایی به سختی مجازات می شود. ایسا به ما تعلیم می دهد تا دعاهای شخصی خود را در اتاق خود انجام دهیم. جایی که تنها هستیم و حتی در را ببندیم و بدون مزاحم دعا کنیم. ما نباید سعی کنیم جلب توجه نماییم. تاکید ایسا روی مخفی دعا کردن نیست بلکه روی صداقت است هر وقت که دعا می کنیم نه روی محل پرستش است بلکه روی انگیزه فکری و حالت فکری که ما در حین دعا داریم عیسی خودش اغلب به مکانهای خلوت می رفت. در مرقس فصل یک آیه سی و پنج ما می خانیم صبح روز بعد وقتی هنوز هوا تاریک بود عیسی برخاست و تنها به صحرا رفت تا در آنجا دعا کند به خصوص در زمانهایی که او در کارش بسیار مشغول بود. ایسا برای دعا به مکانهای خلوت دور افتاده می رفت تا دعا کند. در لغا فصل پنج آیه پونزده الا شونزده ما می خانیم کارهای ایسا روز به روز بیشتر زبان زد مردم می و همه دسته دسته می آمدن تا پیغام او را بشنوند و از امراض خود شفا یابند. ولی عیسی بیشتر اوقات برای دعا به نقاط دورافتاده در خارج شهر می رفت. ایسا همیشه وقتی تصمیم مهمی می گرفت مثل انتخاب شاگردان برای دعا به محل خلوتی میرفت. در لوقا فصل 6 آیه دوازده می خانیم در یکی از آن روزها ایسا برای دعا به کوهستان رفت و تمام شب را به راز و نیاز با خدا پرداخت. صبح زود پیروان خود را فرا خاند و از میان آنها دوازده نفر را به عنوان شاگردان خاص خود برگزید و ایشان را رسولان خود نامید. دوم، مسیحیان باید چه مدت دعا کنند؟ در متا فصل 6 آیه هفت اله 8 ایسا تعلیم می دهد وقتی دعا می کنید مانند کسانی که خدای حقیقی را نمی شناسند وردهای بیمعنی تکرار نکنید. ایشان گمان می کنند که با تکرار زیاد دعاهایشان مستجاب می شود. اما شما این را به یاد داشته باشید که پدرتان قبل از اینکه از او چیزی بخواهید کاملا از نیازهای شما آگاه است. غیر مسیحیان دعای خود را تکرار می کنن چون فکر می کنند که هرچه دعای طولانی تر و با صدای بلندتر بکنند شانس بیشتری برای گرفتن جواب دعا خواهند داشت. این همان کاری است که کاهن دروغین در کتاب اول پادشان فصل 18 انجام داد. آنها از صبح تا ظهر مشغول دعا کردن و فریاد زدن بودند و به خاطر همین داشتن دعای طولانی اشیایی مثل مهره های تسبی و چرخ دعای بودایی ها برای پیوسته و ممتد شدن جریان دعا در مذاهب مختلف استفاده می شود و مردم در روز چند بار در مکانهای مخصوص دعا می کنند. اما عیسی فرمان داد مانند آنها نباشید. خدا تمام نیازهای ما را میداند و او میخواهد ما برای طلب کمک به نزد او برویم. او تقاضای دعای ما را همان دفعه اول که به او چیزی میگوییم میشنود و ما نباید یک تقاضا را بارها و بارها در یک وقت دعای خود تکرار کنیم. قدم چهار دعا طبق اراده او. اول عیسی مسیح به ما یاد داد تا بر طبق اراده او دعا کنیم. ایسای مسیح به ما یاد داد تا در نامش دعا کنیم. در یوحنا فصل 14 آیه 13 الی 14 او میگوید شما می توانید به نام من هر چیزی از خدا درخواست کنید و من آن را به شما خواهم داد چون من که فرزند خدا هستم هر چه برای شما انجام دهم باعث بزرگی و جلال خدا خواهد شد بلی به نام من هرچه لازم دارید بخواهید تا به شما عطا کنم. دعا کردن در نام عیسی یعنی دعا کردن بر اساس شایستگی مسیح و دعا بر طبق اراده آشکار شده مسیح. مسیح ما را شایسته نجات ساخت. از آنجایی که مسیح به روی صلیب مرد و از مردگان قیام کرد، او واسطه زنده بین خدا و انسان است و به عنوان واسطه او نبی، کاهن و پادشاه است. به عنوان نبی عیسی مسیح خدا را برای ما آشکار می کند به طوری که ما می توانیم بدانیم خدا کیست و ما به نزد که دعا می کنیم. به عنوان کاهن عیسی مسیح برای گناهان مرد، قیام کرد و به حضور خدا صعود کرد و در آنجا او به نفع ما صحبت می کند. به وسیله مسیح ما می توانیم مستقیما وارد حضور خدایی شویم که نزد او دعا می کنیم. به عنوان پادشاه، عیسی مسیح زندگی ما را در مسیر راه های خدا پیش می برد. به طوری که ما بدانیم که باید برای چه دعا کنیم و اگر مسیح خداوند است ما برای چیزی که خلاف اراده او باشد دعا نخواهیم کرد زیرا ما میدانیم این موضوع او را ناراحت خواهد کرد و باز ما میدانیم که اگر دعایی خلاف اش باشد آن را پاسخ نخواهد داد. بنابراین دعا کردن در نام عیسی مسیح به معنی دعا کردن در هماهنگی با اراده اوست و وقتی ما در اراده او دعا می کنیم این اطمینان را هم خواهیم داشت که او دعای ما را می شنود. بنابراین در یوحنا فصل 15 آیه هفت ایسا گفت ولی اگر در من بمانید و از کلام من اطاعت کنید هر چه بخواهید به شما داده خواهد شد. پاسخ دعای ما بستگی به رابطه ما با عیسی مسیح و همینطور کلام عیسی مسیح در کتاب مقدس دارد. برای ماندن در عیسی مسیح باید خود را متقاعد کنیم که به او توکل کنیم، از او اطاعت کنیم و او را محبت کنیم. به طور خلاصه باید او منشأ حیات و همینطور هدف زندگی ما شود و وقتی کلام مسیح در ما میماند ما تسلیم کلام او میشویم. و اجازه می دهیم تا کلامش ما را عوض کند. دوم، عیسی مسیح به ما یاد داد تا در اتحاد با هم دعا کنیم. در متا فصل 18 آیه 19 الا 20 او گفت این را نیز به شما می گویم که اگر دو نفر از شما اینجا به روی زمین درباره چیزی که از خدا می خواهید یک دل باشید پدر آسمانی من آن را به شما خواهد داد چون هر جا که دو یا سه نفر به نام من جمع شوند من آنجا در میان آنها هستم این متن نشان می‌دهد که این آیات به طور خاص در مورد انضباط کلیسایی است وقتی دو برادر می‌خواهند به برادر دیگر اشتباهاتش را یادآور شوند آنها احتیاج به حکمت دارند تا بدانند به او چه بگویند و چطور بگویند عیسی گفت اگر آن دو با هم متحد شوند و در اراده خدا دعا کنند خدا به آنها نشان خواهد داد تا بدانند چطور در آن مورد خاص طبق انضباط کلیسایی رفتار کنند و خود عیسی از نظر روحانی در بینشان خواهد بود نکته پنج دعای ایمان عیسی مسیح به ما یاد داد تا وقتی دعا می کنیم ایمان خود را به کار ببریم در متا فصل 21 آیه 22 او گفت شما هرچه در دعا بخواهید خواهید یافت به شرطی که ایمان داشته باشید عیسی به شاگردانش تاکید کرد که انجام هیچ کاری که در هماهنگی با اراده مکشوف شده خدا در کتاب مقدس باشد برای کسانی که شک نمی غیرممکن غیر ممکن نخواهد بود شاگردان پیش از این معجزاتی هم سطح انداختن کوه زیتون در دریای مرده که غیر ممکن شمرده میشد را انجام داده بودند کارهایی مثل اخراج ارواح ناپاک شفای بیماران و حتی پتروس روی آب راه رفته بود و بعد از قیام و صعود عیسی مسیح شاگردان کارهای بزرگتری هم انجام دادند به همین ترتیب انجام هر تکلیفی که خدا امروز به ما مسیحیان محول میکند تا وقتی که ما به کلام او توکل می کنیم و به قدرت او متکی میمانیم مانیم غیر ممکن نیست. تکلیف برای هفته آینده اول یکی از این روش های دعا که عیسی یاد داد را انتخاب کنید و دعا کردن با آن روش را تمرین کنید دوم کتاب های دستور العمل بروید و شاگردان بسازید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www .dota net مراجعه کنید این آدرس را به حروف تکرار می کنم w w w d a سوم هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید شبونه نیکو بیا مو گوسفندان مرتعه تو مرا ببر نزد چشم هوا و را تو شب شتابا نبیدم زین پس در حضور تو شدم از هیچ چیز و هیچ کس نترسم چون دوی ایستا امیدواریم این دو روز باعث تشریح و بنای زندگی شما عزیزان شده باشد. شما می توانید از طریق شماره واتساپ 2031-638-98-98-98 تکرار می کنم 2031-638-98-98-98 و همینطور ایمیل آدرس wrpersion at gmail.com با ما در تماس باشید. همچنین می توانید برنامه های رادیوی جهانی پارس را در وبسایت www.persianworldradio.com دنبال کنید. خوشحال می شویم نظرات، پیشنهادات و همینطور سوالات خودتون رو در مورد این برنامه با ما در میان بگذارید.